تحقیقات این باشه که زندگی ایده‌آله و زندگی موفق ما به پشتیبانی سرمایه و ثروت و یا علم و دانش و یا توانایی و قدرت و یا خلاقیت و نوآوری می باشد که دلیل رمزگشایی خوشبختی انسان می شود. حتی باورمندان به خدا تحت پوشش فکر و احساس خودشون و ایمانشون، خواندن کلام خدا، دعا و عبادت، خدمت و محبت، خوشنودی و اراده خدا رو دلیل یک زندگی خوب و سالم می‌دونن که به تایید یک اندیشه حکیمانه میتوان گفت تمام موارد گفته شده میتونه در کنار هم و در وقت و مکان مناسب موجب خوشبختی بشر بر روی زمین باشه. اما این طرز تفکر عالی از محصول تا ثمره، از سخن تا اعمال، نیازمند به همتی والا و حرکتی پویا هست که از یک قدرت درونی و دینامیکی در وجود انسان ایجاد میشه و آن نیز امید هستش. ارسطو اعلام میکنه امید رویای بیدار کننده هست، یعنی مجال خواب رو به انسان نگران، انسان شوکه شده، انسانی که لحظه خودش رو از دریچه دیگه زندگی میبینه، نیز این امید رو به او میده برای یک همت، برای یک حرکت. سه مریض ناعلاج که در بیمارستان بودن، بعد از معاینه ها و درمان پزشکان به اونها میگن که دیگه برای شما به طولانی نیست و امید سلامتی هم برای شما ها نیست، پس بنابراین شما به یک مدت خیلی کمی زندگی خواهید کرد، دیگه بودنتون هم تو بیمارستان الزامی نیست، میتونید فقط بدونی هر جور دوستای زندگی کنید. این سه نفر که دیگه توی بیمارستان با هم دوست شده بودن، وقتی کنار هم میشینن شروع میکنن با هم صحبت کردن، به هم میگن چه کار میکنی بعد از این دوره بیمارستان، چه تصمیمی دارید؟ یکیشون میگه من راستش تمام عمرم همش سر کار و دنبال پول بودم، حالا تو این دوره کمی از زندگیم که مونده فکرم این هستش که برم تفریح کنم، از پولی که جمع کردم لذت ببرم، به مسافرت ها برم. اون یکی میگه من کمتر وقت به خانواده و فامیلم دادم و در صدد این هستم که بیشتر وقتم رو برای خانواده و فامیل توی این مدت کم بذارم. به نفر سوم میگن تو میخوای چیکار کنی؟ میگه من تصمیم دارم بگردم و پرسجو کنم ببینم بهترین پزشک کی هست که من رو به سلامتیم برمیگردونه. مسلماً نفر سوم نفری هستش که این امید در دلش هست، پس امید باعث حیات میشه. اما محک امید حقیقی توکلش به ثروت و قدرت، دانش و محبوبیت در این دنیا نیست، بلکه از منشأ این جوهر اصلی، عنصر اصلی که خدا هست، این امید رو میتونه بگیره و تغذیه بشه، که او یعنی همان خدایی که برای من رهاننده است، خدایی که نجات دهنده من است، خدایی که شفا دهنده من است، خدایی که باعث برکت در زندگیم بوده و هست و خواهد بود، خدایی که حکمت من هست، مهیا کننده است، مشورت دهنده در زمانه که نمیدونم باید چه کار کنم و نمیدانند من چه کار کنم، خدایی که به من آرامش میده در زمانی که نگران و افسرده هستم، خدایی که به من امید حیات رو میده و همچنین حیات رو برای من مهیا میکنه. مزمور 62 5 الی 8 نویسنده این گونه اعلام میکنه این امید رو: من فقط به خدا اعتماد دارم. چرا؟ چرا شما هم میگم البته؟ و امیدم به اوست. چرا؟ چونش من میگم او یگانه پشتیبان و نجات دهنده من است.
او نگهدار من است. او رو روی دانش، روی تجربه یافته. پس هرگز شکست نخواهم خورد. نجات و عزت من از خداست. نویسنده این رو تجربه کرده. پس داره با یک در اصل شمشیر عشق و امید صحبت میکنه. بهش اعتماد داره آنچه تو دستش هست. او نگهبان توانا و پناهگاه من است. تمام آن تجربیاتش رو داره میگه. ای مردم، در همه اوقات به خدا توکل کنید. در تمام شرایط مشکلات خود را به او بگویید، زیرا او پناهگاه ما هستش. اگر من خدا رو خوب بشناسم، اگر من عشق خدا در دلم باشه، تجربه خدا در دلم باشه، علت شناخت خدا، علت در حضورش رفتن رو بدانم، به ذات خدا آشنا باشم، هرگز به دنبال بازی‌هایی که شیطان روی کره زمین ایجاد میکنه نخواهم رفت. حتی مذاهب که اسم خدا توش هست. اما اگر غیر از این باشه، من هر کجا میخوام پناه ببرم تا یک امیدی در دلم ایجاد بشه، حتی نزد فال و فالگیر. سر کتاب باز کردن که به دوره گذشته ما مربوط میشه، حتی متاسفانه کتاب عشق، کتاب زندگی، اشعار حافظ رو من کتاب فال میکنم و از اون به عنوان یک امید استفاده میکنم توی زندگی خودم. چرا؟ چون وجود من که دست پرورده خداست، از عشق و امید اون اومده، تا مادامی که در حضور اون پر از امید نشم، به دنبال امیدهای کاذب خواهم رفت. برای همین مردم دنیا وقتی که حقیقت رو نمیشناسن، سردرگم هستن. نه تنها سردرگم نسبت به حقیقت خدا، سردرگم نسبت به زندگی خودشون حتی هستن، با تمام دانش و قدرت و توانایی و ثروت خودشون و تجربیات خودشون. شاعر اینگونه میگه: عاشق شدم به فال، عادت دارم. مذهب عادت میاره. وقتی پناهگاه خودمونه، وقتی نجات دهنده خودم رو نمیدونم، به اشعار نیز من عادت میکنم. لذا اون اشعار میتونه پندهای زیبایی باشه، اما قرار نیست و نمیتواند نجات دهنده ما باشه. عاشق شدم و به فال عادت دارم. من خواجه، داره بهش حافظ میگه، من خواجه به خدمتت ارادت دارم. ای قبله عاشقان عالم، امشب هم نیت فال و هم عبادت دارم. چون وجود من نیازمنده که در حضور خدا بره و از امید خدا تغذیه بشه، چون خدای حقیقی رو نمیشناسم، کتاب فال رو متاسفانه مرکز تغذیه امید خودم. که امیدوارم با فیض خداوند ایرانی ها بدانن کتاب حافظ کتاب شعر و زندگی است، کتاب فال نیست. فال ما رو 2000 سال پیش عیسی مسیح گرفت. خوشا به حال اونهایی که با این فال زندگی میکنن، که خوشبخت خواهند شد و حیات جاوید خواهند داشت. امید یکی از مشخصه های پرقدرت محبت میباشد که بین مخاطبین، چه زوجها، چه والدین به نسبت فرزندانشون، خواهر و برادران، خیشان و دوستان و در هر ارتباط نزدیک و صمیمی دلیل عشق ورزی و مهربانی می باشه. در نامه اول قرنتیان 13:7 اشاره به این مهم میکنه که امید جایگاهش کجاست. امید یکی از ستونهای پرقدرت محبت است. اعلام میکنه محبت در همه حال امیدوار می باشد. بنابراین امید حقیقی هرگز 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 در تصمیمات تبهکارانه، لطفا توجه کنید، در اندیشه های طمعکارانه، در رفتاری ریاکارانه، در سخنانی کاذبانه، خلاصه در اهدافی شرورانه هیچ موجودیتی نداره. و اگر بدکاران با رفتار گناهآمیز خود
دلخوش این باشن که می توانن پیروز بشن، این نیز یک امید واهی هست، بلکه یک خوشخیالی است و یک خودفریبی هست، چرا که امید حقیقی فقط و فقط با شناخت خود خدا است که این قدرت رو میتونه ما بده. در کتاب امثال 10:27-28 میخونیم، اعلام میکنه ترس خداوند یعنی چی؟ شناخت خداوند، نه که از خدا بترسیم. ترس خداوند عمر را طویل میسازد، یعنی طولانی میکند، اما سالهای شریران کوتاه خواهد شد. آیا شریران امید نداشتن؟ شریران هم امید دارن، حتی به خاطر اعمالی که انجام میدن بر حسب یک امیدی دارن کارهای شریران انجام میدن، یک امیدی دارن. انتظار عادلان شادمانی است. گفتیم عدالت یعنی رابطه درست انسان با خدا. کسی که با خدا رابطه درستی داره، منتظر آنچه را که خواهد بود بهش پیروزی خواهد داد، شادی خواهد داد، اما امید شریران ضایع خواهد شد. گاهی ما خودمون رو توجیه میکنیم نسبت به منطق و افکار منطقی که در ذهن ما میاد، یا جوابایی که میگیریم، مانند همین مثال این 3 نفر مریضی که زدم. اون 2 نفر متقاعده تجربه پزشکان و علم پزشکی شدن از نظر عقل، اما نفر سوم امیدش از دست نداده بود. چقدر بیشتر ماها که به خدا ایمان داریم نباید اجازه بدیم عقل و فکر ما، که خود علم و ساینس اعلام میکنه من ناقصم، ما بچسبیم 2 دسته به اون دلایل منطقی. خدا که اعلام میکنه من کامل هستم، با شک و تردید بهش نگاه کنم و هرگز مسلماً با این باور نمیتوانیم ما نسبت به آنچه که درست هست پیروزی ها داشته باشیم. باز شاعر اعلام میکنه من عاشقم، از عشق مرا دور نکن. من عاشق مسیحم، من عاشق خدام، عقل من، فکر من، تجربه من، سخنان منفی اطراف من، وکلای خوب من، پزشکان خوب من که از نظر علمی، از نظر قانونی مطلبی که میگی درسته، ولی خدای من میتونه آنچه را که تو میگی رو تبدیل به یک معجزه بکنه و زندگی منو عوض کنه. من عاشقم، از عشق مرا دور نکن، ای عقل مرا به مرگ مجبور نکن. یک لحظه بدون عاشقی میمیرم، یک لحظه اگر در حضور خدا نباشم، قوت خدا با من نباشه، امید خدا با من نباشه، من اون ناامیدی وجودم میگیره، مثل مرگ روحانی خواهد شد. یک لحظه بدون عاشقی میمیرم، من عاشق زنده بودنم، زور نکن. مجال عقل و منطق رو نباید اجازه بدیم ذهن و فکر ما رو نیز در بر بگیره، چرا که مسلماً به ما آسیب خواهد زد. ما ایمان داریم که خدا محبت است، آمین، مطابق 1 یوحنا 4:8 خدا محبت خودش رو به توسط یگانه پسرش، انجیل یوحنا 3:16 بر ما ثابت کرد، و در حقیقت خدا آن امید زنده را به توسط مسیح به ما هدیه کرد. از این رو هستش که در انجیل متی 12:21 می‌خوانیم که عیسی مسیح امید همه ملت ها هستش. عملی که مسیح انجام داد، کاری رو که مسیح انجام داد، دلیل امید هر ایماندار شد. یعنی خدا با محبت خود با ما برخورد نمود، که در پرانتز این محبت بخشش، رحمت، بقیهش بشنوم میتونیم بگیم بخشش، رحمت، فیض، دیگه چی؟ صبر، آرامش، حکمت، پوری روح القدس، اقتدار، آرامش، حیات جاوید. پولس رسول سعی میکنه به کلیسای افسوس و امروز به من و شما این درک درست رو بده در نامه افسوسیان باب 1، که وقتی ما میریم در حضور خدا این رو بدونیم
فقط دعا نیست، فقط خدا محبت نیست، بلکه من و شما که به عنوان دعا کننده هستیم، دعای ما میباید با محبت باشه. و زمانی دعای من و شما با محبت هست که ما ایمان داریم که حقیقتاً خدا قوت ما هست، خدا نجات دهنده من هست. در نامه افسسیان باب 1:17-19 از شریف میخونم براتون، اعلام میکنه من دعا میکنم. پولس داره میگه، امروز پولس داره با ما صحبت میکنه. چرا؟ درک این موضوع خیلی مهمه. از این رو هستش که تیتر موعظه مدت بکنم بالای 1 ماه هستش، این هست، اسمش هست چیه؟ دعای محبت. عزیزان اگر بروشور ندارن دستاتون بره بالا براتون بروشور، اونا که بروشور ندارن دستاتون رو بگیرید بالا لطفاً براتون بیارن. اعلام میکنه من دعا میکنم آن خدایی که عیسی مسیح خداوند او را به ما شناسانید و از او میخواهم که چشمان دل شما را روشن سازد تا به چگونگی امیدی که خدا شما را به آن دعوت کرده است. این چه امیدی هست که خدا ما را دعوت کرده؟ عزیزانی که هفته گذشته در کلاس خادم سازی بودیم، از همین نامه استفاده کردیم، اشاره به 3 امید بود که مسیح به ما داده. امید اول، امید به بیگناهیه، که من ایمان دارم زمانی که اشتباه و گناهی میکنم، وقتی در حضور خدا میرم بخشیده میشم. امید دوم من، امید به زندگی سالم من هست، که خدا حافظ من هست، از من حمایت میکنه تا من در زندگی سالم باشم. و امید نهایی، امید سوم، امید رستگاری هست، که من ایمان دارم نهایتا رستگار میشم. دکترها جواب کردن، دورتون شما ببخشید بک، خدام ارادهش این نیست که من دیگه سالم بشم، باید برم. من قراره کجا برم؟ من قراره برم پیش خود عشقم، پیش خدا، پیش پدرم قرار هست برم. پس این امید رو اگر من دارم، به راحتی با دعای محبت نزد خدا خواهم رفت. پولس اعلام میکنه و به ثروتمندی و شکوه بهره‌داری که خدا به مقدسین خود وعده داده است. به عنوان وعده ما این رو گرفتیم و به عظمت بیقیاس قدرت او که در ما ایمانداران در کار هست پی ببرید. پی ببریم که این امید چگونه میتونه در ما کار کنه. زمانی که ما پی به این حقیقت میبریم، متوجه خواهیم شد که در حضور خدای محبت با دعای محبت نزدیک شدن هستش که میتونیم از رحمت و نیز از امیدی که او به ما داده بهره بگیریم. که خدا ما رو دوست داره، بقیه شما بگید دیگه. چی؟ خدا ما رو دوست داره دیگه؟ عاشق ماست، کی گفت؟ در اندیشه ماست دیگه، بلند بگید. ما رو محبت میکنه، ما رو درک میکنه، دلسوز ما هستش و ما رو اجابت میکنه، مراقبت از ما میکنه. یعنی فقط با ایمان نزد خدا نمیتونیم بریم عزیزان. خامینو بگم، فقط با ایمان نزد خدا نمیتونیم بریم. خیلی هستن توی این دنیا میگم ما خدا رو قبول داریم و با ایمان میریم، بلکه با امید نیز باید نزد خدا بریم. با امید زنده باید نزد خدا بریم و به حضور باشیم. چرا که ایمان ما زمانی کامل خواهد شد که امید من نیز زنده باشه. نویسنده نامه عبرانیان 11:1 اینگونه میگه: ایمان اطمینانی است به چیزهایی که به آن نمیشناسیم، به آن باور نداریم، به اون امید داریم. ایمان اطمینانی است به چیزهایی که به آن امید داریم. پس زمانی که من در حضور خدا میرم، با این اطمینان میرم. در انجیل متی 14:23-36 ما مطلبی رو میخونیم اونجا، واقعی که پیش اومده.
رسولان مسیح توی قایق هستن و دریا طوفانی شده، عیسی مسیح رو روی آب میبینن. پتروس با اون ایمانی که داشته میگه منم میتونم بیام روی آب، مسیح میگه بیا. اما زمانی که اون میره، لحظه ای میگذره، نگاش به موجها میفته، بلا فاصله میگه عیسی مسیح منو دریاب، دارم میرم. چه اتفاقی برای پتروس افتاد؟ پتروس ایمان داشت، چون مسیح نمیگه برا برو، امیدشو از دست داد. چون مسیح به اون نمیگه ای بی ایمان، مسیح به اون میگه ای کم ایمان، میخوای ایمانت کامل بشه؟ این دروسی که گذروندیم، مرحله آخرمون داریم، نسبت به امید داریم صحبت میکنیم، لطفا این دروس رو مرور کن توی زندگیت، ببین داری یا نداری. و یکیش ایمان، در ایمان امید هست که من با امید میتوانم با محبت در حضور خدا برم. خیلی از موقع ها ایماندارا بس سالها سال میکنن، من نمیدونم میرم در حضور خدا، برای همه دعا میکنم میشه، برای خودم نمیشه. یا بعد از اون چرا شما دعا میکنید میشه، من دعا میکنم نمیشه. خودتو چک کن با همین دروس، با همین تعالیم، لطفا خودتون رو چک کنید، ببینید حقیقتا توی جایگاه درستی ایستادید و یا نه، توی یک موقعیتی هستید که واقعا نمیتونه جایگاه خوبی باشه برای آنچه که حقیقتا درست میتونه باشه برای زندگیمون. پس خداوند مطابق فیضش زندگی ما رو برکت داده، اما توی دعا تمرکز من کجاست؟ اینکه خدا میتونه، خدا منو دوست داره، خدا قادر هست، درسته؟ و اینها رو باید کاملش کنیم در حضور خدا، در ذهنمون باید این رو تقویت کنیم. اما اگر من در حضور خدا دعا میخوام بکنم، فقط میرم میگم من ایمان دارم، خدا گفته در نام مسیح من میده، به علام من بده، من فقط اینو میخوام بگیرم برم، این یه خود شیکتر از مذهب شده برای ما. عوض میخوام، عیسی مسیح هم شده چراغ جادو، چون درک درستی ندارم هنوز و این گونه دعا میکنم و زندگی منم هنوز مذهبیه، یک مذهب شیک مسیحی شده. اما فراموش کردم باید تمرکز درستی داشته باشم نسبت به محبت خدا تا بتونم اون رو دریافت کنم. یک معلم کمانگیر که در زمان یک پادشاهی نوع تیراندازی رو به سربازان اون پادشاه یاد میداد، بعد از اینکه توی مسابقه دو نفرشون نهایتاً پیروز میشن، پادشاه میگه در زمان شکار به این معلم میگه این دو نفرم بیاریم که برای ما شکار کنن. وقتی این دو نفر رو میبرن و توی جنگل بودن، پادشاه رو میکنه به این معلم، میگه به نظر تو اینها کدوماشون میتونن اون شکاری که اون ته هست روی کوه هست رو بزنن؟ معلم میگه اجازه بدید برم ازشون بپرسم، یه سوالی کنم. وقتی میره پیششون، به اولی رو میکنه، میگه ببینم تو الان اونجا چی رو داری میبینی؟ گفت آسمان، کوه، درخت ها رو دارم میبینم، دریاچه رو دارم، او یه شکار دارم میبینم. به دومی گفت تو اینجا چی میبینی؟ گفت من دارم شکار رو میبینم، من اون شکار رو دارم میبینم. اومد به پادشاه گفت این نفر دوم میتونه بزنه، و به هر حال میزنه، شکارم میزنه، با کمانش میگیره اونو میزنه. پادشاه میپرسه تو از کجا فهمیدی؟ میگه چون این تمام تمرکزش به اون شکار بوده. در حضور خدا تمرکزتو به محبت خدا بدوز، به امید خدا بدوز، و اون موقع میتونی درک درست داشته باشی حتی اراده خدا چیه توی زندگیت. ما اینجا خیلی خوشحال میشیم شما عزیزان نزد ما و خادمین بیایید که براتون دعا کنیم، اما حقیقتا قرار برای نیستش که اینجا کسی وابسته روحانی به کسی بشه. هدف کلیسای پرستاران مسیح مطابق کلام خدا همیشه این بوده ایماندارها بتونن رو پای خودشون بایستن. برای همین تشویقتون کردیم که کلاس های خادم سازی رو بیایید، کلاس هایی که توی کلیسا هست بیایید. یک بار دیگه عرض میکنم، یک شنبه آینده کلاس بعد از اون امیرجان هستن. امیرجان لطفا یه لحظه بیستید عزیزان ببینن کلاس برقرار خواهد بود. بله، این کلاس ساعت 12 هستش، تشویقتون میکنم
هر چقدر بیاموزیم در این دو... اصلا انسان آفریده شده بیاموزه، اگه نیاموزه هیچی نمیشه. تشویقتون میکنم برای زندگی سالم، برای این سه امید، یادتون هست؟ امید به بیگناهی، امید به برابر، برای خودتون دست بزنید. چه خوب. خب خدا رو شکر که این امید رو داریم. مطابق نامه اول قرنتیان 13 اعلام میکنه، بر حال این سه چیز باقی است، یعنی ایمان، ایمان من به مسیح و کار مسیح، امید، امید من همت منه، دربارش صحبت خواهیم کرد، امید منو حرکت میده، امید منو افسرده نمیکنه، امید منو بی خیال نمیکنه، امید منو بی تفاوت نمیکنه. بعضی موقع فکر میکنیم توکل به خدا یعنی من هیچ کاری نکنم، نه، میرسیم بهش وقت بشه، اتفاقا باید یه کاری بکنیم. پس امید میشه همت من، و محبت که میگه اما بزرگتر از اینها محبت است. این چیه؟ در حضور خدا موندن، با خدا وقت گذاشتن. صبحان چقدر به خدا وقت میدیم؟ دعای محبت اینه که من رازگاهان در حضور خدا داشته باشم، چون همون صبح زود که فکر ما آرومه، هیچی توش پر نشده، خدا با محبتش پر میکنه، خدا با امید پر میکنه، خدا با اقتدار فکرتو رو پر میکنه، به تو قوت میده، تو رو میشوره راحت. با قوت خدا قدم از خانه به بیرون میذاری و مشغول زندگیت خواهی شد. شب وقتی که میایی قبل از اینکه بخوابی، میری در حضور خدا با دعای محبت، خداوند مرا ببخش این اشتباهاتو که هم تقدیس میکنی، خدایا الان از دست همکار خودم به خاطر این ناراحتم، توی خیابون که میمدم فلانی یه بوق زد، خدایا حواسم نبود یه حرف زشت زدم، همه اینها رو باید در حضور خدا تقدیس میکنی، ترساتو تقدیس میکنی. و اینجا هستش که دعای محبت معنی داره. دعای محبت یعنی در حضور خدا بودن. آگوستین مقدس میگه خدایا تو ما را برای خودت آفریدی، تا زمانی که ما در تو قرار نگیریم بیقرار خواهیم بود. و این گونه نیستش که تصور بکنم که من فقط گاهی در حضور خدا هستم، من میباید همیشه در او باشم. و اگر درک درست نسبت به محبت خدا رو داشته باشیم، حتی در بدترین شرایط، نیازها، سختیها، ما فقط در حضور خدا به دعا نیستیم، بر حسب عشقمون، بر حسب محبتمون، بر حسب امیدمون به او، چرا که تجربه کردیم و دیدیم. در مزمور 42 که مزمور بسیار معروفی هست، نویسنده این گونه میگه، من چند تا از آیاتش میخونم. میگه چنان که آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق دارد. همه خوب میدونیم که آهو جز از حیواناتی هستش که تحمل تشنگی رو به هیچ وجه نداره و نمیتونه. اینجا نویسنده از این رو داره استفاده میکنه. چنان که آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق دارد، همچنان ای خدا جان من اشتیاق شدید برای تو دارد. واو، مثل که وضعش خیلی خوبه، نه بدهی داره، نه مشکلی داره، نه دشمنی داره، نه مریضی داره. خب هر کی باشه از این حرفای خوب میزنه، درسته؟ حالا ادامه میدم. میگه جان من تشنه خداست، تشنه خدای حی، یعنی خدای زنده، که کی بیایم به حضور خدا. همینطور لحظه شماری میکنه، کی میشه یک شنبه من برم در حضور خداوند. برای اینجوری این که داره میگه، اینجوری داره میگه، کی پنجشنبه میشه برم در حضور خدا در کلیسا، کی صبح میشه در حضور خدا برم، کی شب میشه در حضور خدا برم. جان من تشنه خداست، تشنه خدای حی، که کی بیایم به حضور خدا حاضر شوم. اشکهایم روز و شب نان من میبود. به به به، نه مثل که بس این نویسنده یه مشکلاتی هم داره، اما چگونه شروع کرد؟ با امید شروع کرد، با عشق شروع کرد. دعا تو با امید شروع کن. عذر میخوام، با شکوه و شکایت و غر شروع نکن اگر امیدت خداست. اشکهایم روز و شب نان من می بود، چون تمامی روز مرا می گفتن خدای تو کجاست. تازه بهش خوردم می گرفتن، وقتی می دن زندگی او چقدر به هم ریخته شده، به او خورده می گرفتن. اما چون این نویسنده با امید به حضور خدا میره، آخرین آیه که آیه 11 است اینگونه تمام می، ای جان من به خودش میگه،
ای جان من چرا منحنی شدی؟ چرا ناراحتی؟ چرا افسرده ای؟ چرا پریشان هستی؟ تو که صبحگاه به حضور خدا رفتی تقویت شدی؟ تو که شبگاه به حضور خدا رفتی؟ تو که کلام خدا رو هر روز میخونی؟ تو که به کلیسای مسیح همیشه میری؟ تو که وفادار موندی؟ امیدت خداست؟ چرا منحرف شدی؟ ای جان من چرا منحنی شده؟ و چرا در من پریشان گشته ای؟ بر خدا امید دار، زیرا که او را باز حمد خواهم گفت که نجات روی من و خدای من است. آمین. که دلیل امید من خواهد شد. اندیشمندی اعلام میکنه تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش. خواهی دید که آن لحظه هرگز نخواهد آمد. اون لحظه شکست هرگز در پیش ما نخواهد بود. بریم با هم دیگه آیه ثابت رو داشته باشیم. نامه عبرانیان 4:16 که این آیه رو حفظ کنید. آیات ثابت رو لطفاً بیشتر تکرار میشه که بتونید حفظش کنید. سپاسگزارم. عزیزانی که بروشور ندارن دیر اومدن، دستا بره بالا لطفاً که بروشور رو به شما برسونم. بله. بفرمایید. پس با دلیری نزدیک به تخت فیض بیاییم. این دلیری علتش همون امیده. اگر امید نباشه حتی در حضور خدا ما با دلیری نمیریم، با افسردگی، ما ناراحتی، با غم. حتی میخوایم به یکی هم بگیم برامون دعا کن، میگیم بعد اسمش بر من دعا کنی، معلومه این امید نداره. منتظر بعد از تو دعای نبوتی بکنی امید بگیره، اشکال نداره. اما خداوند میخواد که ما درک درست داشته باشیم، این امید در دل ما باشه. بله. تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را اعانت کند. آمین. آمین. میتونیم برای این کلام دست بزنیم. پس این امید به ما همت میده. یک بار دیگه بخوام سوال کنم، آنچه که گفتیم، آیا در دعا و در توکل به خدا کنش و تلاش ما الزامی است؟ آمین. آمین که حتی گاهی باید برای رسیدن به اهدافمون در حین دعا و توکل نمودن به خدا بجنگیم. میدونستید؟ باید بجنگیم حتی برای گرفتن آنچه که در حضور خدا میریم، و این خدا هستش که در اون میدان جنگ برای ما میجنگ. ولی تو رو تا میدان جنگ میبره، اما جنگ ما باید جنگ نیکو باشه. پولس رسول به تیموتائوس همین رو میگه، میگه خودم جنگ نیکو کردم، تو نیز جنگ نیکو بکن، در راستی، در صداقت. آیا داوود پادشاه برای اینکه قوم اسرائیل رو نجات بده وقتی که جلیات داشت داد میزد او چه کار کرد؟ بقیه کنار ایستاده بودن دیگه. داوود هم اینکه نوجوانی بود رفت برای اینکه اونو شکست بده، حتی برادراش مانع شدن. داوود پادشاه با توجه به اینکه خدا رو میشناخت با جلیات جنگید یا نجنگید؟ با جلیات جنگید. پس برای کارت، برای ازدواجت، برای اقامتت، برای درآمدت گاهی باید بجنگیم، اما جنگ نیکو. حتی گاهی ما توی دعا باید بجنگیم، اصرار داشته باشیم. چرا امروز ما فقط نمیتونیم بگیم ما دعا میکنیم برای جمهوری اسلامی؟ نه، ما میجنگیم. این جنگ ماست وقتی میگیم سرنگون باد نظام اسلامی. چرا به ملتمون میگیم از خوشخیالی ها بلند شید، شب بخوابیم صبح جمهوری اسلامی نمیره تا نجنگید؟ اگر نجنگید جمهوری اسلامی به توسط شیطان باز با شما میجنگه و روز به روز روزگار شما بدتر خواهد شد. پس لازم هست کلام خداوند نیز ما رو تشویق میکنه که به اون جایگاهی برسیم. حتی میبینیم که موسی در برابر فرعون درست جنگید، مقاومت کرد با او. درسته که در خروج 14:14 میگه تو نجنگ، بذار من بجنگم، اما تو میدون برو، حرکت کن، همت کن، این امیدو داشته باش. و اون زمان هستش که پیروزی ها رو خواهی دید. امروز میدونیم که ونزوئلا الان در این شرایط هست. ونزوئلا میتونستن مردمشون بی خیال این دیکتاتور بشن و زندگی عادیشون رو داشته باشن، اما چون آزادی رو میخوان دارن میجنگن. تا الان شنیدم 35-36 نفر کشته شدن متاسفانه. ولی اگر
آزادی رو میخوان، خب بهاش هم باید بدن. اما خدا با اونها خواهد بود. ما مطمئن هستیم همون گونه که خدا با قوم اسرائیل بود، همون گونه که اگر ملت ما امروز وسط میدون جمع بشن، همه بریزن بیرون، خدا با اونها خواهد بود، خدا کمکشون خواهد کرد. اما این همت لازم هست. در کتاب یوئیل 3:9-10 هرچند اشاره داره به قوم اسرائیل میکنه، امیدی هست که خدا داره به قوم اسرائیل میده، اما میخوام امروز این موضوع رو فقط در بعد یک کشور نبینید، برای زندگی خودت داشته باشه، برکت زندگیت بشه. وقتی با امید میری در حضور خدا، ناامید نمیتونی عمل کنی. میگه این را در میان امتها ندا کنید و تدارک جنگ را ببینید. اینو خدا داره میگه. و جباران را برانگیزید، اونها که قوی هستن. تمامی مردان جنگی نزدیک شده برایند، گاو آهنهای خود را برای شمشیرها و اره‌های خیش را برای نیزه‌ها خرد کنید. تمام شرایط و موقعیتتو لازم داریم برای پیروزی، ازش استفاده کنیم به عنوان جنگ نیکو. و مرد ضعیف بگوید من قوی هستم، یعنی اعلام امید بکنه، اعلام ناامیدی نکنیم، اعلام افسردگی نکنیم، اعلام ضعف نکن. اگر امید ما امروز خداست، با این قوت باید نیز عمل کنیم. بریم با هم دیگه نامه رومیان 5:1-11 رو داشته باشیم. یک مثال چینی میگه آن کس که جرأت مبارزه در زندگی ندارد، به لجبار تناب دار را به گردن خود میاندازد. اگر من دست به کار نشم، خدا برای من خواهد جنگید. اما به میدان جنگ برو تو، چون که در برابر تو شیطان هست که باعث درآمد کمت شده، شیطان هست که باعث مریضیت شده، شیطان هستش که داره به تو آسیب میزنه، باعث اختلافات شده. باید با اون بجنگی، چه در دعا و چه در امیدی که داری باید بجنگی، ولی جنگ نیکوست که در راستی هست. بله. پس چون که به ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم به وساطت خداوند ما عیسی مسیح. به ایمانی که به خداوندمون عیسی مسیح داریم، که بهر گناهان بشریت روی صلیب رفت و مرد و قیام کرد و این عدالت رو او برای ما ایجاد کرد، نه ما، که بتونیم نزدیک خداوند باشیم، بتونیم بیگناه باشیم. بله. که به وساطت او دخول نیز یافته ایم به وسیله ایمان در آن فیضی که در آن پایداریم و به امید جلال خدا فخر می نماییم. و نه این تنها، بلکه در مصیبت ها هم فخر می کنیم. چرا در مصیبت ها؟ چون زمانی که ما درک نمی کردیم مذهب و باوری که داریم ما رو درسته یا درست نیست، آیا ما شریعت کامل رو انجام میدیم؟ عیسی مسیح به خاطر گناهان ما روی صلیب رفت و مرد و قیام کرد. آیا اگر او که من رو، روح من رو نجات داده، در اندیشه زندگی عادی من نیست؟ چقدر امید داری به خدا؟ اینجا محکم چقدر به اون امید داریم؟ باز شاعر اعلام میکنیم گوشه چشمت نشستم تا تو را پیدا کنم. عیسی مسیح به خاطر گناهان ما روی صلیب رفت و مرد تا ما مال او بشیم، تا در ملکوت او باشیم، تا در حیات او باشیم. رویای مسیح این بود، روی صلیب نرفت بمیره و قیام کنه که امروز من و شما ترسان و نگران به خاطر مشکلات زندگی زمینی اون باشیم. مشکلات هست، اما چرا اجازه میدیم ناامیدی و خستگی ما رو بگیره؟ چون امید در خدا رو درک نمی کنی. گوشه چشمت نشستم تا مرا پیدا کنی، پیدا کنم، تا تو را پیدا کنم. کاش گاهی چشمی به ما هم داشتی. کاش که متوجه بشی. مسیح میگه چقدر من تو رو دوست دارم، چقدر عاشقتم، من میخوام کمکت کنم. آیا اجازه میدی من گوشه چشم تو نیز باشم یا نه؟ بله بفرمایید. چون که میدانیم که مصیبت صبر را پیدا میکند و صبر ایمان را و ایمان امید را، و امید باعث شرمساری نمی شود، زیرا که محبت خدا در دلهای ما به روح القدس که به ما عطا شد ریخته شده است. ما ایمان داریم حتی مشکلات و سختی ها برای کسایی که او رو دوست دارن و اراده او رو میخوان به خیریت تبدیل خواهد شد. پس
اجازه ناامیدی نباید به خودمون بدیم، چرا که همون میتونه موقعیتی باشه که خدا تو زندگی ما جلال پیدا کنه. بله، زیرا هنگامی که ما هنوز ضعیف بودیم، در زمان معین مسیح برای بیدینان وفات یافت. زیرا بعید است که برای شخص عادل کسی بمیرد، هرچند در راه ما مرد، هرچند در راه مرد نیکو ممکن است کسی نیز جرأت کند که بمیرد، لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند. آمین. از این که هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد. پس چقدر بیشتر الان که به خون او عادل شمرده شدیم، به وسیله او از غضب نجات خواهیم یافت. زیرا اگر در حالتی که دشمن بودیم، به وساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم، پس چقدر بیشتر بعد از صلح یافتن به وساطت حیات او نجات خواهیم یافت. آمین. چرا که او به ما وعده داده که من تو را تنها نخواهم گذاشت، مطابق انجیل متا 28:20 و همچنین مطابق انجیل یوحنا 14:18 که اعلام میکنه که هرگز اجازه نمیده ما تو شرایط سخت باشیم. چرا؟ چون قوت او با ماست به توسط روح القدس، و روح القدسی که در ما هست در اصل حضور خداست که در ما هست. پس میباید از خود روح خدا این قوت و این امید رو بگیریم. شاعر اعلام میکنه من محو خدایم و خدا آن من است، در وجود من است، هر سوش مجوید که در جان من است. ما امروز به دنبال این نیستیم که اورشلیم بریم و فلان جا بریم برای عبادت خدا. خدا حضورش در ماست. پس چرا ناامیدی؟ پس چرا با ناامیدی، با ترس، با نگرانی به حضور خدا میریم؟ این نیز گناه است، چون درک درست از محبت خدا رو نیافتیم. بله؟ و نه همین فقط، بلکه در خدا هم فخر میکنیم به وسیله خداوند ما عیسی مسیح که به وساطت او الان صلح یافته ایم. آمین. 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 پس امید حقیقی رو میباید از خدا گرفت، نه از انسان. انسان خوبن، همسر، خواهر، برادر، کشیش، اما تا مادامی که امید حقیقی رو از خود خدا نگیریم، مسلم بدونیم که ما نمیتوانیم اون همت درست رو داشته باشیم توی ابعاد زندگی. دلخوش حرفای این و اون میشیم و بعد به راحتی ما رو خواهند شکن و به ما آسیب میزنن. خدا رو شکر برای پزشکا، خدا رو شکر برای وکیلا، خدا رو شکر برای کشیشا، خدا رو شکر برای دوستانتون که دعا میکنن نبوت میکنن. بپذیرید، اما بذار امیدت خود خدا باشه که به تو سخن میگه. این رابطه رو نزدیکتر کن لطفا. دعای محبت یعنی این، تو به خدا نزدیکتر شو. اینقدر کشیشت به خدا نزدیک نشه، بسه، یه دفعه میبردش. تو هم به خدا نزدیک شو، تو هم وقت بده به خدا. خدا رو شکر کشیش من اینه، اینه معلم من، اینه خودت چی؟ ما که تو مذهب نیستیم. کشیشی میره، چرا گیر دادم به کشیشا؟ کشیشی میره توی روستا موعظه میکنه توی کلیسایی، و بعد که موعظه‌اش تموم میشه، یکی از اعضای کلیسا میاد میگه خیلی از صحبتات خوشم اومد، خیلی حرفات خوب بود، نمیده خواهش کنم. میگه وقتی داری از روستا میری بیا خونه ما، من میخوام سه تا کیسه برنج بهت بدم. کشیشم خب مسلما خوشش میاد دیگه، میگه باشه حتما میام. یه موقع رفتم میره در میزنه و میگه دوست عزیز، گفته بودی من بیام برای سه تا کیسه برنجی که گفته بودی. ای بابا، تو یه حرفی زدی ما خوشمون اومد، ما هم گفتیم به تو یه حرف بزنیم تو هم خوشت بیاد. پس بنابراین عزیزان اجازه و مجال اینو ندیم که امید ما گاهی انسان ها باشن. خوبه که همگر دوست داشتیم، اما امید اصلی ما خداست و این تعلیم ما هستش. شاعر میگه هر که منظور خود را خود از غیر خدا میطلبد، او گداییست که حاجت را از گدا میطلبد. خدا بذاریم امید حقیقی و زنده ما باشه. بریم با هم دیگه نکته چهارم رو داشته باشیم. آیا چهار نکته رو داریم پرویز جان؟ سپاسگزارم. همه بروشور دارید؟ چراغای وسط روشن کنید که بتونید بنویسید. این مثل یه فرموله عزیزان که من حالا کلش رو براتون میخونم. اجابت دعا در حضور خداوند،
با ایمان به خدای محبت که بدانم پدر آسمانی منه، درک کنم پدر آسمانی من هست، دعا می کنم و در اعتمادی کامل و تمایلی قلبی آنچه که اراده خدا می باشد را می پذیرم. وقتی می دونم پدر من، اعتماد کامل دارم. با ایمان به خدای محبت که مشتاق من هست، بدونم خدا عاشق منه، مشتاق منه، دعا می کنم و در اقتداری کامل و تمایلی قلبی و آنچه که اراده خدا می باشد را می پذیرم. نکته سوم، با ایمان به خدای محبت که استاد من است، تمام امور زندگی من رو میتونه حل کنه، دعا میکنم و در آرامش کامل، چرا که نتیجهش آرامش میشه، با آرامش میرم در حضور خدا و در تمام و تمامی آرامش کامل و تمایلی قلبی و آنچه که اراده خدا میباشد رو میپذیرم. نکته آخر، با ایمان به خدای محبت که منجی من است. اگر عیسی مسیح منجی کسی نباشه، نجات دهندش نباشه، هرگز نمیتونیم بگیم که اون امیدو داره. امروز چرا ما در نام مسیح میطلبیم؟ اما یک باورمند دیگر اگر در نام مسیح به طلب درک درست نشه، با امید به حضور خدا نرفته. با ایمان به خدای محبت که منجی من است، دعا میکنم و در امید کامل و تمایلی قلبی آنچه که اراده خدا میباشد را میپذیرم. خواهش میکنم عزیزان، پنجشنبه ها نیز با ما باشید، چرا که ما دو تا سوالم داریم که بعداً خواهش کنم بخونن این سوال رو که کمک شما خواهد کرد. بازم اگر سوالی در این رابطه داشته باشید، ما پنجشنبه ها در خدمتتون هستیم. اندیشمندی اعلام میکنه: هرگز نامید نشو، به خاطر بسپار، زیباترین باران ها از سیاه ترین ابر ها میبارد. حتی اگر تو اون سختی ها و مشکلات هستیم، اجازه نامیدی ندید. و شاعری اعلام میکنیم: وقتی چشم امیدتان به خدا باشد، هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که راست نباشد. هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که پیش نیاید. هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که دیر نپاید. جز توکل بر خدا سرمایه‌ای در کار نیست. هر که را باشد توکل، کار او دشوار نیست. و ما میدیم در حضور خدا این قوت رو میتونیم داشته باشیم. بریم آخرین آیه هم نیز داشته باشیم. اعمال رسولان 4:12. و در هیچ کس غیر از او نجات نیست. آمین. زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم. آمین. آمین که این ایمان، این امید ما هستش. سوال، دو تا سوال آخرم لطفاً داشته باشیم، ممنون میشم. سوال این هفته: دعای محبت برای شما چه مفهومی دارد؟ روش فکر کنید. امروز دیگه شما میتونید بگید فکر کنم. دعای محبت چه مفهومی داره؟ بله؟ بله، برابو. وقتی من دعای محبت دارم، میدونم خدا پدر آسمانی من هستش. پس بنابراین میدونم اون مشتاق من هست، اون استاد من هست، اون منجی من هست. پس اعتماد دارم، اقتدار دارم در دعا، آرامش رو دارم و این امید زنده رو دارم. بله، سوال بعدی: ریشه امید شما در دعا چیست؟ آمین. روی این سوالات لطفاً فکر کنید. اگر مایل بودید بیشتر بدونید، پنجشنبه در خدمت شما هستیم. عزیزان، لطفاً لحظه‌ای هم سرهای خودمون رو خم کنیم در کناری که آماده میشیم برای جمع‌آوری هدایا. به آنچه که شنیدی فکر. آیا موضوعی تو ذهنت هستش که نسبت به زندگیت که با امید اجازه نمیده بری در حضور خدا؟ نقطه ضعف مشکل ما نیست، نقطه ضعف در خدای ما نیست، نقطه ضعف عدم شناخت من نسبت به معرفت خداست. اون رو باید در خودمون تربیت کنیم، کلام خدا رو بیشتر بخونیم، بیشتر در حضور خدا باشیم تا امیدمون نسبت به خدا بیشتر باشه. هللویای خدای قدوس، هللویای پدر عزیزم. خداوند، اینک از تو میخوام عزیزانی که اینجا و عزیزانی که روی فیسبوک و روی اینستاگرام با ما هستن رو به حضورت میارم که تو با فیض در نام عیسی مسیح بهارن چران چه که به حضور تو میارن. ای خداوند، نسبت به نیاز و حاجتشون تو عمل کنی. ای پدر جان،
تو عمل کنه این روح القدس عزیزم. و امید این عزیزان باش، بگذار در رویاها ببینن که رویاهاشون گره خورده به اراده تو هست و تو که کامل کننده رویاهای ما هستی، مطابق فیض عزیزان من رو با فیض عیسی مسیح به آنچه که نیاز و حاجتشون هست برکت بدی تا ابد الاباد در نام عیسی مسیح. آمین آمین آمین.